гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муътамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум. Фарзона Абдулхайс ҳастам бо шумо. Барнома мазкур бо дастгирии институти никоҳи ҷавон ва сулҳи Бритония омода шудааст. Ба ҳамин чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. چونین به نظر می رسد که غصب ریدیدی و یا عمل های تصرفی در تاجیکستان هرچی بیشتر به نظر می رسد. خصوصی گردانی اموال که با به دست آوردن استقلالیت شروع شد، تکانی برای به وجود آمدن غصب ریدیدی داد. سالهای 90 جنگجویان با ضرب ملتق اجباراً نرخ انشاءها را پایان برده آنها را خصوصی می گرداندند. از آن زمان غصب ریدیدی با کار معمولی مبدل گشت. برخی از کارشناسان این عمل را روندی طبیعی در بازار اقتصاد می نامند. در اصل اگر نظر اندازیم این عمل غصب تجارت و از بین بردن رقیبان می باشد. قنوشیروان یادگار از ولایت سوخت موضوع را ادامه می دهد. فروشندگان بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت از مجبوراً کوچ دادن آنها به بازار اشراف صدا بلند میکنند. صاحبکاران این بازار میگویند مقامات آنها را بدون رضایت و خواهش به بازار نو انتقال میدهند. شریفه یک تاجرزن بازار مرکزی ناحیه میگوید که برای انتقال دادن آنها به بازار نو بنیاد مقامات از هر واسطه کار گرفتند. ابتدا تفتیش های پیوسته مقامات های نظارت برنده نتیجه نداد، ولی در نهایت فروشنده ها را با راه زور کوچ دادند. بازاری نو شدگی ما با هر 3 روز اند 4 روز خواهد هر روز پرورکا سس спокойно میگرد میبرود ابشاش میدوید пожарне میگوید کی гундортон гостандар хамаш умдам میگرد умдам میگرد پرورکا پرور امروز من بیام اگر این جواب اینم картошка сарсон برای انمون کی بازاری نو ساختگی اونجا اند سودا نشداست ادمو نرفتاست بودست بازارشون نشوداست اینجندگی رفته اونجا رود و بازارشون نقش شود بودند اگر همین گپا و یا سحر همین نساخت بازارش نکرده بود ما با میگفت که ما از بازار نو ساخته هستیم شما انمونجا میرید شما مجبور هستید انمونجا شو جوهاتا های گفته گشنده ما این خیلی سرسان نمیشودیم. بازار مرکزی جبار رسولوف کهن‌ترین بازار این ناحیه ولایت سوخت بوده و تا امروز یگانه مکان خرید و فروش محصولات نیاز روزگار محسوب میشد. بنیاد بازار اشراف در سال 2013 از سوی صاحبکاران محلی به بسته شدن این بازار باعث گردید. حکومت ناحیه جبار رسولوف در آخرهای سال 2015 قرار را صادر کرد که بر طبق آن فروش آرد، سبزوات و دیگر محصولات نیاز روزگار در بازار مرکزی منع کرده شود. اشورمت حاجی متوف از مالکان بازار مرکزی جبار رسولوف این قرار حکومت را مخصوص و غیرقانونی می داند. به گفته وی اگر این قرار مخصوص نمی بود تا بررسی شکایت آنها علیه این قرار در پراکراتور ولایت سوخت مقامات زوراً فروشنده ها را به بازار نو نمی بردند. من غیرقانونی حکومت قرار را آورده من این با ما مراجعت کرده که اول پراکراتور با مراجعت گفته که تا این قرار دیده بینیم لیکن حکومت ارگانی آدم اومدگی همشه مجبور کرده که همشه کشان نگه همون ماشون با مجبور کرده که آدم تر رو شکسته که همشه کشان نگه بشون مجبور کرده گفتن که من اینجا مجبور همشه آدم رو بای کرده که اردان همشه مجبور کرده که من برکت آسید وای با اشرا با سپسن خشت وارشه وارده که شریفه از صاحبکاران بازار مرکزی میگوید که با قرض بانک برای خود در بازار دکان درست کرده برای فروش محصولاتش مشتری پیدا کرده بود. از این رو مجبوراً جای سردرآمد خود را در بازاری که هنوز معلوم نیست که کار را از چی سر کند برایش مشکل است. ما هر ماه 1000 سامان دولت به پول میتیم. من کریدیت گرفتگی. انا همونه من سپردنم در کار. اونجا روام چی خیل میسپرم؟ نمیدونم. جو هم نیست. من جو فروخته گرفتگیم نه. اینا من به گفتگیشان نه که رویتون همونجا جو گرید. آپا جان شما و انمین جو شما و گفتگیش نه. کارشناسان در رابطه به این قضیه میگویند که این هم یک نوع غصب ریدری است. غصب ریدری چند شکل دارد که آنها را با رنگ‌های مخصوص جدا می‌کنند. برای مثال رنگ سفید در آن تمام فعالیت در دایره قانون می‌گذرد، خاکستر رنگ که با نقض حقوق‌های شهروندان عملی می‌شود و اخیراً ریدری سیاه که برای اقتصاد خیلی خفناک است. آنها از منصبداران فساد زده استفاده برده به ساختن حجت‌ها که قلبکی دست می‌زنند. حقوق‌شناس فیض‌النساء واحد و می‌گوید غصب ریدری در تاجیکستان به هر شکل صورت می‌گیرد و در اجرای این کار و طرح‌ها قبل از همه نقش مقامات های دولتی بزرگ است. امروز یک شخص ثروتمند با مقامات محلی حکومت دولتی
دولتی با مسئلات پیشکی یک قطعه زمین میگیرد، عینن همین این شود یا اینکه همین بازار ساختمان میکند و با واسطه دیگر مقامات ها فشار می آورند که مثلا بازار کهنه بسته شده، مردم اجباراً به بازار نو ساخته شده کوچانده شود، حالان که این بازار خلاصه های مقامات های مربوطه رو دارد که جوابگوی فعالیت می باشد. یعنی چنین مثال خیلی بسیارن که حتما این با اشتراک شخصانی منصبدار دولتی صورت می گیرد. ببینید که جدا نمودن قطعه زمین امروز تنها به صلاحیت رئیس ناحیه و یا شهر داخل می شود. اجباراً کوش دادن فروشنده های بازار مرکزی ناحیه جبار رسولوف به بازار اشراف یگانه مثال غصب نمودن مالکیت با راه ریدری نبوده، بلکه در چند سال اخیر این گونه حالت ها در شهر و ناحیه های دیگر ولایت سود هم به نظر می رسند. به گفته حقوق شناس فیض نسا واحد و بازار مشترک تاجیکستان و خطای سامان در شهر چکالوف نیز از جانب گروه غصب شده است و امروز در اداره مالکان اصلیش نمی باشد. تصرفگران برای غصب بازار سامان از راه فشار و زور استفاده کردند. بازار سامان شهر چکالوف، من شخصا از روزهای اول همین بحث اشتراک داشتم در این بحث. تمام عریضه های دعواگی به سود اقتصادی از جانب من منظور گردیدن. یکی از سهمداران همین بازار توجیبایف عبدالجمال بود که مبلغ گذاری نموده است، این بازار تشکیل کرده است، عملا همین بازار براه موند و ببینید که امروز توجیبایف در دست حتی سندی سودی دارد، حجت های مقامات های دولتی صاحب مهر است و جمعیت است، امروز و دیرکتر همین جمعیت است، لیکن از پایتخت چند نفر گویم ریدر رو اومدن به یگان حجت، به یگان اساس قانونی وارد بازار گردیده، امروز به اداره کنی بازار مشغول شده، راحت فایده بازار رو گرفته استودن. ریدری سیاه تمام معیارهای قانونگذاری جنایی را نقض میکند. این شکل تصرف امروز در تاجیکستان نسبت بازارها دیده میشود که منبع اصلی درآمد محسوب میگردند. از این شکل تصرف باید پیش از همه مقامات های حفظ حقوق و سودی حمایت کنند، اما با نظر داشت فساد در این ساختار کمک از آنها بر نمی آید. از این رو سابق صاحب ملکان مجبور می شوند تا سمت فعالیتشان را عوض نمایند و یا برای امنیت خود و خانواده اشان ترک وطن کنند. انوشیروان یادگار، ولایت سغد. سامیانی گیرامی، اگر مربوط به موضوع سوال و یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44-640-10-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. خوشم بوده من فرزانه عبدالخیز. گزارش و دیگر مواد خواندنی موروش می توانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینشین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و می خویم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.